والارمورگورس. این یادم رفت چجوری بخونم ولی معنیش ترجمهش میشه آمن مستای، درسته؟ آره اینو من توی گیم آف ترون که قسمت به اون آریا استارک میگفت اگه دیده باشید خدای چی بود. آره بلر اگه میشه سریع بگو. یه بحثی که من خودم الان درگیرشم اینه که خب مایی که دیگه خدا و دین و آخرت و اینا رو گذاشتیم کنار به یه چیز میرسیم که افسردگیه. این که خب ما داریم یه زندگی خیلی وحشتناک میکنیم پر از سختی و من خودم نزدیک 5-6 سال درگیر افسردگی و اینا هستم، نمیدونم باید چی کار کرد. شما نظرتون چیه؟ چجوری خودتون باش کنار میاد؟ آیا افسردگیت به خاطر بیدینیه؟ آره دقیقا دیگه، چون یه زمانی ما اعتقاد داشتیم که آره الان قراره بریم بهشت و قراره یه نفر مثلا و مثل انگار مست بودیم دیگه، کلن واقعیت رو نمیدیدیم و این باعث میشد که خیلی زندگی بهتری داشته باشیم. الان چند وقت بیدینی بی خدایی؟ نزدیک 7-8 سال، از 13-14 سالگی. 7-8 سال هنوزم افسرده ای؟ ببینم خب چی فکر میکنی باعث بشه که آیا اول این افسردگیت البته بستگی داره، آیا افسردگیت به خاطر فکر میکنی واقعا به خاطر کمبود معنی تو زندگیه یا یه چیز یه مشکل دیگه هست که مثلا دارو لازم داره میرازم چیه؟ برای که من نمیدونی، من که خودم متخصص نیستم، یعنی واقعا خودت میدونی که خودت هیچ مشکلی آره نداری. هدفی ندارم، چیزی ندارم و... آره. خب مثلا چه فکر میتونی تصور بکنی چه هدفی چه معنی باعث میشه به زندگیت معنی برای زندگیت معنی پیدا بشه؟ یا نمیدونم آخه من هرچی به جهان نگاه میکنم به زندگی بشر نگاه میکنم هدف خیلی مهمی نمیدونم دیگه، مثلا تهش میخوایم بریم مریخ دیگه مثلا ایلان ماسک، بعد به این میرسم که خب شاید اصلا همون دین دروغین به نفع بشر بود. اینکه مردم هدف مهم رو میشه توضیح بدی که تعریفت از این هدف مهم چیه؟ هدف غیر واقعی، حالا همین آخرت و اینا، خب یه هدف غیر واقعی بود دیگه ولی بازم مردم رو فریب میداد دیگه. آره آره ولی تو میگی خب بدون آخرت ما هدف خیلی مهمی نمیتونیم تو این دنیا پیدا بکنیم. خب تعریفت از یه هدف مهم چیه؟ چه چیزی یه هدف مهم میکنه؟ یه بحثی هست که میگه انسان میل به بی‌نهایت داره دیگه، خب این آخرت و اینا هم یک نوع بی‌نهایته و خب هدفی که قوانین فیزیک بخواد بر اون برقرار باشه برای ما راضی کننده نیست. کی میگه انسان اتفاقا اکثر طول تاریخ اصلا قابلیت فهم اصلا این مفهوم بی‌نهایت رو اصلا برایش وجود نداشت. این ادیان ابراهیمی میخوان بعضی موقع به ما میگن که ما میل به بی‌نهایت داریم، این اصلا اینجوری نیست، ما اصلا نمیدونستیم بی‌نهایت، اصلا نمیتونستیم بی‌نهایت رو تصور بکنیم. حتی خدایانی هم که اول آفریدیم کاملا یعنی هیچ چیزی دربارهشون بی‌نهایتی نبود، یعنی همه قدرتشون کمتر از خدای ابراهیمی بود. چیزی که من آخر نهایت درک میکنم اینه که یعنی ما هر خوشی که بهش برسیم بیشترم میخوایم، اینطوری نیست که یه جا برسیم بگیم اوکی دیگه. ببین ولر من ببین من چیزی که دارم بهت میگم اینه که ما تو اکثر تاریخ این آخرتی رو که اسلام به ما معرفی کرد، خب انسان ها این آخرت، حتی اگه آخرتی هم داشتن، این چیزی که ما الان میشناسیم به آخرت نداشتن. خب یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم که این یک نیاز انسانه که ولی بازم داشتن اعتقاداتی دیگه به نمیدونم خدای بودا، خدای فلان، نمیدونم خدایان مثلا یونان فلان اینا. درسته ولی این فکر میکردن. درسته بله، ولی مثلا خدایان یونان و اینا موقعیت انسانها رو اونقدر توی طبیعت و توی جهان اون به اون شکلی که مثلا اسلام و مسیحیت بزرگ میکنه
که شما رو مثلا به یه جایی برسونه که همش بعد از مرگ مثلا، یعنی اونقدر شما رو حتی بعد از مرگتون هم مهمتون نمیکنه، خب که شما فکر کنین یه چیز مهمی هستین یا هدف خیلی مهمی دارید، خدایان اصلا علیه شما هستن تا یه حدی، و شما حتی احتیاج دارین مثلا به پسر خدا، برای اینکه انقدر خداها انقدر ظالمن که این مقدار دفاع لازم دارین، یعنی یه جنگی بین من انسان و خدایان میکنن دیگه، انسان قضاوت میکنن. من دارم میگم این چیزی که به شما گفته شده که شما به ادیان ابراهیمی احتیاج دارید حتی اگه واقعیت نداشته باشه، به خاطر اینکه به شما یه چیزی رو میده که بیدینی به شما نمیده، این کاملا یه دروغ محض، به خاطر اینکه حتی اکثر طول تاریخ ادیان، این ادیان دیگه، مردم این چیزی رو که اسلام و مسیحیت بهشون میداده اینا رو نمیداده به انسان‌ها، و انسان‌ها اون موقع هم قبل از این ادیان ابراهیمی مشکلی با پیدا کردن یه هدف بزرگ نداشتن، خب، و هم بعد از ادیان ابراهیمی مثلا اکثر کسایی مثلا تو کشورهایی که نگاه کنین که مثلا مردم بی خدا میشن اینا، یا که اصلا بی خدا به دنیا میان و بی خدا میمونن، ما هیچ کمتر میبینیم مشکل با نداشتن قابلیت پیدا کردن یک هدفی که به ما معنی میده. ببین، یعنی من چیزی که دارم میگم اینه که کسایی که مشکل دارن با پیدا کردن یک هدف که بهشون، به زندگیشون معنی میده، اکثر موقعها کسایی بودن که از دین ابراهیمی اومدن بیرون و الان بی خدا شدن. یعنی شما این مشکل رو پیدا نمیکردین اگه از همون اول بی خدا بودین، یعنی امکانش کمتر میشد. یعنی چون شما، به شما این توهم داده شده که بدون این عقاید هیچ هدف دیگه مفهوم خاصی و معنی خاصی نداره، این احساس نقص رو برای این دارید میکنین که قبلا توش یه چیزی به شما داده شده و شما فکر کنین از دست دادین، در صورتی که چیزی از شما گرفته نشده. میدونی منظورم چیه ولر جان؟ آره متوجه شدم. یعنی تصوری که بهمون دادن که حالا شما بدون یک خوشی بی نهایت بدبختی، اینو به آدم میده که آره دیگه. یعنی این ظلمیه که الان، ظلمیه که دینای بی خدایی هنوز حتی بعد از اینکه دینای ابراهیمی میتونه گذاشتین کنار، این دینای ابراهیمی هنوز داره به شما ظلم میکنه حتی بعد از اینکه ولشن کردی. یعنی این افسردگی که داری میبینی به خاطر بی خدایی تو نیست، به خاطر همون ادیان توهمیه که ادیان ابراهیمی به شما داده. انگار ما مثل معتادی شدیم که یه مخدری مصرف کردیم، الان مصرف نکردیم و اینطوریم که خوبی نداریم به هیچی. درسته. خب حالا ببینیم، ما بیایم با خودمون صحبت بیایم یه راه حلی پیدا کنیم. بالاخره تو میگی هدف مهمی که به زندگی معنی بده نمیتونی پیدا کنی، خب، ولی راه اول این که پیدا بکنی اینه که بیای اول برای خودت توضیح بده که این یعنی چی اصلا. ببین، ما اگه دنبال یه چیزی داریم میگردیم، اول باید ببینیم این چیزی که داریم دنبالش میگردیم چی هست و چه شکلیه. خب اگه داریم دنبال یه چیزی میگردیم که اصلا نمیدونیم چیه، خب معلومه که پیداش نمیکنیم. میدونی لازم چیه؟ یعنی ممکنه تو داری میگی که من هیچ هدف مهمی نمیتونم پیدا کنم برای زندگیم. بعد اگه از خودت بپرسی خب هدف مهم یعنی چی، اگه جواب برای این نداشته باشی، خب معلومه که پیداش نمیکنی، برای اینکه دوباره دنبال یه چیزی میگردی که اصلا نمیدونی چیه. خب دیگه جوابی ندارم دیگه خودم. خب میتونی جواب پیدا کنی. خب ببین، مهم معنی از اصلا مهم یعنی چی برای تو، چی چیزی مهم هست، چیزی مهم همین چرا... مشکلم همینه الان. من صبح از خواب بلند میشم میگم خب که چی الان، چرا الان از خواب بیدار شدم، چی کار کنم، چه کاری دارم که بکنم. خب ببین، چرا مهم بودن اصلا مهمه؟ میدونی ازم چیه؟ چرا یه چیزی باید مهم باشه؟ اینو میتونی توضیح بدی؟ مهم نباشه خب میشیم دیگه مرده متحرک دیگه، یعنی دیگه اصلا خب اگه مرده متحرکیم یعنی مرده نیستیم دیگه. آها خب پس آره دیگه، چون تا الان هم یعنی همین بوده. ببین باید بری سر به جای اینکه بگی چی مهمه چی مهم نیست و چی معنی داره چی معنی نیست، بیا یه سوال ساده در کنیم. خب تو چی میخوای؟ چه چیزی بهت خوشحالت میکنه؟ آیا چیزی هست که خوشحالت میکنه؟ خوشی های معمولی زندگی هست دیگه، مثلا میشینی یه فیلم قشنگ نگاه میکنی، یه موسیقی قشنگ گوش میکنی، کنار ساحل مثلا راه میری، زیبایی طبیعت رو میبینی، آیا لذت داره؟ درسته، لذت داره. درسته. خب همین فعلا خب نمیتونیم بهتر از اینم بکنیم. آیا اینا به خود مثلا
بوی یک گل، بوی یک اسب، زیبایی یک شخص دیگه، یعنی یه بادی که روی کنار ساحل روی پوستمون لمس کنیم، یه غروب قشنگ. آیا فعلا حتی این اگه مهمم نباشه، خب یه غذای خوشمزه‌ای که یادمون میاد بچگیامون میافته، یه آهنگ قشنگی که یه مقدار نوستالژیا به ما میده، حتی اگه اینا مهمم نباشه، خب فرض کنیم اینا خیلی مهمم نیست، ولی یه لذت‌های خاصی هست تو زندگی. آیا این به خودی خودش به مرگ و زندگی رو از مرگ بهتر نمی‌کنه؟ فرض کنیم مثلا مهمتر نباشه، ولی یه لذت‌هایی وجود داره. درسته؟ درسته. ولی تصور ما اینه که این لذت‌ها میگن لذت‌های دنیوی زودگذر تو ادیان ابراهیمی، برای همین ما به اینا خیلی خنثاییم که خب نه، حالا بیام خنسا نباشیم، بیام بگیم که خب بالاخره اینا یه ارزشی داره، فعلا میتونیم به دنبال چیزای برتر از این هم میتونیم بگردیم، ولی فعلا میتونیم به خودمون بگیم که حتی اگه چیز برتر از اینم پیدا نکنیم، لذت‌های برتر از اینم پیدا نکنیم، اینا بالاخره صفر که نیستن، این یه ارزشی داره. حالا ادیان ابراهیمی به ما اینا گفته اینا بدند، لذت‌های دنیوی بده، ما میتونیم الان یاد بگیریم که ببینیم بد نیستن، بالاخره غذای خوشمزه، یه سکس خوب، یه فیلم خوب با کسی که بشینی، با کسی که باهاش علاقه داری بهش یه فیلم خوب با هم لذت ببرین، با دوستات لذت بردن، با از صحبت کردن با خانواده‌ات، یه بحث فلسفی قشنگ، کتاب خوب، یه شعر زیبا. حالا اینا ممکنه خیلی گنده نباشه، ولی اینا یک ارزشی داره یا نداره؟ صرف که نیست ارزشش. درسته؟ درست. خب اگه صرف نیست ارزشش، اگه یه ارزشی داره، فعلا این به خودی خودش کافی هست که ما بگیم زندگی از مرگ بهتره. درست. خب درست. خب. آره من فعلاً... هم آره فعلا همین لذت زودگذر دنیا رو میتونیم تجربه. خب ولی میتونیم بگی کافی نیست، بالاخره بعد از ببین تو نه بعد از نه یه مشکل دیگه هست، برن یه سری چیزها داریم که سخته، وحشتناکه. این طرف ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، مشکلاتی که وجود داره، مشکل اقتصادی اینا، از اون طرف میبینیم که آقا مشکله بدتره از این که این لذت ها، این میبینیم آقا بمیریم یکم راحت تره برامون نه دیگه، ببین ببین مشکل ببین نه اون مشکلات اتفاقا بهترین راه حل برای لذت بعدیه. خب این یعنی مشکل نباشه لذتی نیست. نه 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 بذار بگم. خب برای که من گفتم این لذت های اولیه رو در نظر بگی، خب حالا میخوایم فعلا قبول کنیم که زندگی ارزشی داره، ولی این لذت ها کافی نیستن، میخوایم بریم دنبال یه لذت برتر و طولانی مدت تر. خب این مشکلاتی که تو داری بهش اشاره میکنی منبع همون لذت برتره. میدونی چجوری؟ چجوری؟ مبارزه با اون مشکلات میشه هدف مهمتر. آها. دنیا رو بهتر کردن. یعنی یک مشکلی رو پیدا بکنی که تو بگی هدف من مبارزه با این مشکله. نه حذف کاملشا، مبارزه با این مشکل. درسته. خب. دیگه من گاهی وقتا با خودم میگم مثلا حداقل زنده ای میتونی مثلا جمهوری اسلامی مثلا بجنگی حداقل. درست. این کارو میتونی بکنی. دقیقاً. و این باعث میشه که این مشکلاتی که وجود داره نه تنها باعث بشه زندگی بی ارزش نشه، این مشکلات تازه باعث میشه که به زندگیت هدف بده، برای اینکه خودتو ببینی به عنوان یک مبارز، ببینی علیه این مشکلات. این اون میشه اون لذت برتری که دنبالش میگردی، یه لذت طولانی مدتتر، یه لذت برتر و یه لذتی که نه تنها بهت هدف میده، به زندگیت معنی میده. تو هویت تو اون وقت جوری شروع میکنی تعریف کردن خودتو، کسی میبینی که مبارز با یک مشکلی که تو تعیین کردی که داری علیهش میجنگی، و این به تو هویت و معنی میده. درست. اینطوری قشنگ‌تره. خیلی ممنون، لطف کردی. خواهش. مرسی از سوال. سوال خیلی خوبی. فعلا. فعلا. خداحافظ.